رسیدیم به فرقه های بزرگ بودایی چگونه این فرقه ها به وجود آمد و چرا به وجود آمد و چه تفاوت در میان یکی دیگه خود دارد بعد از این میپردازیم به کتاب های مقدس دین بودا و بعد از اون به تعالیم بودا یا سخنان که بودا دارد میپردازیم عزیزا بعد از یک قرن وفات بودا در میان پیروان بودایی یا در میان پیروان بودا اختلاف های بسیار زیاد دامن گرشد و اختلاف ها هم در مورد اصول و مبانی بودا بود و همچنان فهم تعلیمات بودا بود که بزرگا و دانشمندای خود بودیزم انجمن ها را شوراها ها را نشست ها را برگزار کردن تا ای اختلافات پایان بدن اما متاسفانه این اختلافاتشان ادامه داشت پای بر جا بود و این نشست هایشان راهی را نگوشد و به سه فرقه بوداییزم تبدیل شد یک فرقه مهایانا دوم فرقه هینایانا و سوم فرقه و جریانا به سه فرقه اینها تبدیل شدن فرقه مهایانا یا یعنی چرخ بزرگ خودشان ها میگفتن ما چرخ بزرگ هستیم و این فرقه در اکثریت قرار داشت اکثریت پیروان هندویزم از بودیزم از همی فرقه بود و طرف مقابل خود را که هینا یا نابود را می گفتن چرخ کوچک است یعنی تعداد پیروش کم است و دعوت فرقه دعوت فرقه مهایانا در هندوستان تمرکز داشت و به نام فرقه شمالی زیاد میشه به خاطر که در خود هندوستان در شمال هندوستان تسلط داشتن دعوت داشتن به خاطر را فرقه شمالی هم میگن این فرقه آین بودایی را از راه ابریشم آوردند به افغانستان آوردند به آسیای میانه و از آنجا به تبت رساندنش بعد به با چین رساندنش و سپس به ژاپن و کوریا و تایوان رساندنش و پیروان بسیار زیاد داره مکتب مهایانا نوآوری های زیادی را در دین بودایی وجود به وجود آوردند و موضوعات بسیار زیاد را تغییر دادند در خود دین بودا و چیزهای جدید و نو به اصطلاح شریعت ما بدعت های زیادی را در دین بودا خلق کردن و به وجود آوردند و در ای آین در این مذهب در ای, در ای فرقه خود بودا جایگاه خدایی و الهی دارند و استورهی داره و بودا در این مذهب خود بودا خدا است و عبادت میشه و باید عبادت شد و هر کسی که پیرو و امین مذهب است باید بودا را عبادت کنه راهی نداره و به خاطر از امین در هر جای به خاطر بودا معبد ساختن و پیروانشان بطی از بودا ساختن و در اوجا بودا مورد عبادت قرار میگیرم اینها عقیده دیگری هم داشتند میگفت انسان نباید به نفس خود متوجه باشه بلکه دیگرها را باید هدایت کنه یعنی کسایی که در رأس هستند میگفتند که ما اگر توجه به خودم نکنیم اشکالی نداره باید دیگرها را دعوت کنیم دیگرها را به راه سعادت برسانیم دیگرها را به راه نجات و به روانا برسانیم این موضوع را میگفتند و زیادتر حضور از یا زیادتر جاهایی را که اینها هستند زندگی میکنن چین است و جنوب شرق آسیا است و این دین خدا در موج زیادتر منتشر ساخته یعنی یک دین باز است دین باز ما گفتیم در تقسیم ادیان دین باز است دیگرها را هم در دین خود میپذیرند و میخواین که بودایی بسازن. شما ببینید در چین در سنگیان چین هم مرز با افغانستان ما است بساری ها مسلمان ها را مجبور ساختند که یا بین بودایی شوند یا برند به زندان خانم هایشان را به افت ساختند بردنشان را در مکان های خاص تعلیم بودا برشان دادن مرد هایشان را به زندان ها انداختند تا که دین بودایی را قبول کنند و تعلیم بودایی برشان دادن میشد و مساجدشان ازشان گرفت قرآن ازشان گرفت به جبر اکراه حتی نگذاشتنشان که فرار کنند برند به یک جای حالت امروزی اسلام به خدا بسار دردآور است آنقدر دردآور است هر واقعه، را هر روز در رابطه با اسلام میشنویم در رابطه با مسلمان ها میشنویم که در یک قسمت از کره خاکی مورد تجاوز ستم ظلم استبداد قرار گرفتند دل انسان در میگیره و هیچ چیز از دست ما فقط اما که بتانیم بگیم و فقط بگیم که تسلیت باشه و فقط بگیم خدایا تو مدد کن خدایا راهی نمانده برای مسلمان ها بودایی از یک طرفی امت ها تکه تکه میکنه میزنه میکشه د برما در عراکان مسلمان ها چقدر کشته شدن حالا در چین در ژاپن یهود چقدر ملت اذیت میکنه در فلسطین ایسوی ها چقدر اذیت میکنه این ملت ها. این ملت رهبری متاسفانه حالا نداره رهبر فیزیکی نداره که همه را یک جا بسازیم زیر یک کلمه دوباره احیا شویم و دوباره از حق و حقوق خود دفاع کنیم و دوباره دنیا را بسازیم برای خود بسازیم و برای دیگران بسازیم متاسفانه نداریم به هر حال دین بودایی هم آمد ترویجش در چین در شرق آسیا منتشر شد یکی از روش های مراقبه که در مکتب مهایانا است مراقبه ذهن است مراقبه ذهن در زبان چینی به نام چانک برش میگن و در زبان سانسکریتی برش ده یانا نا گفته میشن کی مراقبه میگه که انسان ها باید وجود خود تخلیه بسازه و نهایت توجهش به نفس خود باشه یعنی یک نسبت داره به ورزش یوگا بگه انسان ها وقتی که تنفس میکنن با همین نفس که میکشن و داخل وجود خود میکنن نهایت توجه داشته باشن و با اینمیت نفس کشیدن خود بوداره در خاطر خود داشته باشن مجسم بسازن بوداره متاسفانه همین چیز حال در بعضی از تصوف امروزی جا گرفته کل تصوفه رو نمیگم تعدادی از تصوفه های امروزی متاسفانه که به حلول و وحدت الوجود و تناسخ اروا قائل هستن به هم قائل هستن میگن انسان ها اگر میخواین که به خدا برسن چشم ببندن تفکر کنن نفس عمیق بکشن پیر خود را مرشد خود را مد نظر خود بگیرن مجسمش بسازن در هر کار در هر ذکر که به خدا میکنی یاد خدا را میکنی درود به پیامبر میگی بایدی باشه و نفس وقتی که میکشی به طرف راز به قلبت بیندازی دوباره نفس بکشی از این لا اله الا الله و الله الله درستش میکنه بعد بختانه آمد در داخل تصوف جا گرفت خب به هر حال ای بود دیدگاه مهایانا در رابطه با خود بودا و روشی که داشتن مذهب دوم که وجود داره به نام هینا هیناناس هینا یانا امو که این نام گفتیم که مذهب مخالفشان فرقه مخالفشان بر بالایشان گذاشتن یعنی چرخ کوچک چرخی اندک به نامش گذاشتن اگرچه در اصل خود از این فرقه نامش تریوادا بود نامش تریوادا بود یعنی آین نیاکان یا می گفتن هیچ نو تغییر در در دستور در اصول در مبانی در مفهوم در مفهوم دین بودا نباید بیه. هیچ نو تغییرات نباید هر آن چیزی که از بودا به ما نقل شده امو درست است و هیچ نو تغییرات در او ما نمیاریم و نمیمانیم به کسی دیگری هم بیاره این فرقه زیادتر در جنوب هند فعالیت داره به می خاطر می فرقه جنوبی هم برش گفته میشه مکتب مکتب هینایانا گفتیم که به تمامی مبانی تول تعلیم توصیه های شخص بودا وفادار هستند و کمتر به نواوری دست میزنند کم، کمتر بدعتگذاری میکنند کمتر تعلیم های بودا را تحریف و تبدیل و تغییر میارند اصول بودا را قائل هستند و به مو عمل میکنند و فرقه دیگه که وجود داره به نام است و یانا پس از ای که آین بودایی رفت به تبت با مردم تبت که ای خرافات بودا یک جا شد و خرافات خود مردم بودا یک جا شد چیز به نام مذهب و به وجود آمد که هم در به نام اصلی خود نظامی به نام لامی ایزم است لامی ایزم یا لاما ایزم است که رهبر از این فرقه به نام دالا لاما است دالا لاما یا دالائی یا دالای لا لاما به این مشهور هستن این فرقه مختلف بودا روحانیت رو تأسیس کردن و سوما ها را تأسیس کردن و گوشنشینی ها را اختیار کردن در مغاره های کو رفتن نشستن جولیده پوشیدن گدایی کردن و دست خود را به دیگران دراز کردن از مالی که برشان خودشان باید میرفتن از کف دست پیدا کنن نمی و غالبا تنها چیزی که می پوشندن عورت خود را قبول و دوبول خود خلاص دیگه تمام بدنشان لخت و برهنه هستند. در گوشه های کو، در گوشه های مغاره، در خانه های گلی، در دشت در در صحرا اینها زندگی دارن و به زندگی خود ادامه میدن به هر حال عزیزا ای بو سه فرقه از بودیزم کتاب های مقدس بودا بودا سه کتاب داره سه کتاب مقدس داره اولا ای که تا سال 80 الا 20 قبل از میلاد 80 الا 20 قبل از میلاد تعالیم بودا نقل به نقل به سینه به سینه انتقال داده میشد در تاریخ 20 قبل از میلاد یا کوشش کردند که داشته هایی که از بودا دارن را درج کتاب کنند ثبت کتابش کنند به همین خاطر آمدن یا را به نام کتاب درست کردن و نامش هموندن پیتاکا پیتاکا یعنی نام کتابشان به نام سبد یا زنبیل زنبیل مشهور است که مشتمل به سه دفتر است سه کتاب است همین یک کتاب مشتمل سه کتاب یا سه دفتر است دفتر اولش به نام سوتا پیتاکاس یعنی سبد حکایات دومی به نام وینا پیتاکاس سبد طریقت و سومیشان به نام ابهید هاما پیتاکا ابهید هاما پیتاکا یعنی به نام سبد شریعت است که هر کدام از از تعالیم بودا و مجموعه از مراسم، تعالیم، عقاید، قواعد رهبانیت آین بودا را تشکیل میده خب این فرق های مذهب بودا و کتاب های بودا بود بدبختانه بعضی از متصوفین امروزی ما هم از سبد طریقت بودا استفاده میکنند حتی تعداد از متصوفین کلشان نمیگم اکثرشان این گونه نیست، اصصاح خوبی هم دارند اما تعداد از متصوفین ما امروز متاسفانه هستند که میگن طریقت چیز دیگری است شریعت چیز دیگری است اگر صد به و شریعت پایبند باشی اما مطابق طریقت نباشی هلاک میشی و اگر مطابق طریقت باشی همانا با خدا میرسی، خلوت گزینی کو ایاها یا ایها ساقی ادر کاسن و نابل ها کش قاسان اول نمود افتاد مشکل ها نمت شیرا را می تات نمی شکر شیر که حافظ گفته شما شرح شب ببینید میگه انسان باید گوشه نشینی کنه مراقبت داشته باشه با خدا قلبش مراقبت با خدا خدا با او مراقبت می داشته باشه در راز نیاز بسیار شدید استن که خدا را او می بینه خدا رو می در این تعبیرات دارن متاسفانه و برگرفته از دین بودیزم بود که خدای پاک کنه که بتانن مسلمان ها دعوتگرا این چنین خرافات را دور بسازن و انسان ها را به یگانگی خدا سوق بدن. گزیده سخنان بودا، بودا چی سخن ها داشت؟ بودا میگه انسان باید بسیار هوشیار باشه. میگه هوشیاری راه جاودانگی است. انسان هایی که هوشیار هستند جاودان هستند. و غفلت میگه راه مرگ است. انسان هایی که غافل هستند به مرگ می انجامن. این دین اسلام من بار بار میگه بار بار میگم الله متعال میگه کسایی که عبادت الله را نمیکنن، کسایی که قلب و روح و وجودشان سرشار از خدایی و عبادت خدا نیست اونها مردن حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمه که کسی که ذکر خدا نمیکنه، یاد خدا نمی کنه، مانند خانه خرابه است پس غفلت انسان ها را تبا می سازه. غفلت انسان ها را به مرگ می مرگ ظاهرا زنده است اما مردی حافظ چه خوب زیبا می گفت گف. کسایی که دلش زنده به عشق نیست به فتوای ما به او نماز کنین که مرده واقعا همون گونه است و هوشیاری زیرکی دانایی انسان به منزل می رسند پیامبر ما علیه و السلام می فرماید که مؤمن زیرک است و مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشه شما ببینین قرآن سر و پا مؤمن آگاه میسازه ای مؤمنی کار نکو به سرشت سرشتت درست نیست ای مؤمن اینی کار نکو به شخصیتت نمیزه ای مؤمن اینی کار نکو که به جنت نمیری ای مؤمن اینی کار نکو که آبروی زاتت میرزه ای مؤمن قدف لح المؤمنون ای مؤمن اینی کامیابیت است نماز بخوان ای مؤمن خشوع و تضرع به خدا داشته باش ای مؤمن چشمت به ناموس دیگرا نباشه ای مؤمن حق مسکین بیچاره را بگی ای مؤمن حق مسکین بیچاره را بته بپرداز حقش و ای مؤمن به غیر از خانومت به غیر از کنیزی که زیر دست است کنیزی خوب از بین رفت به که کس تم متوقع نداشته باش ای مؤمن خودت کار خودت و تا و خار نشی همه اینها را برش نشان میده و ای مؤمن غافل از روز آخرت نباش ای مؤمن فکر نکنی که سرای آخرت وجود نداره ای مؤمن با خبر که در گور میمانند تو سوال جواب سختی ازت میشه اینا آگاهش میسازه از غفلت بیدارش میکنه تنبلی را نمیپذیر اسلام به هر حال سخنان بودام همین است اما نه به او اندازه که دین ما بیان میکنند دومی که بودا میگه آنان که تعمق میکنن و یا پشت کار دارن همیشه استوار و کوشا هستند و میگه استوار و کوشا باشه هر میگه که استوار و کوشا بودی به نیروانا میرسی خب سخن از اوست اگر چی مخالف دین ماست هرگاه آشگاه استوار و کوشا بودی به نیر به نیروانا میرسی به سرحد اعلای می میرسی هرگاه که استوار و کوشا بودی و سخن سومیش که فخر فروشی تن فروشی نکن و خاطرت همیشه جمع باشه فکرت جمع باشه و کردار پاک داشته باش قدم قدم خوب بردار و قدم مستحکم بردار و نفس خود را مهیا بساز آمادهش بساز و به تقوا زندگی کو و همیشه هوشیار باش این سخنان است که بودا بیان میکنه بودا میگه که به غفلت هیچ وقت تن نتی هیچ وقت خود غافل نساز و دوری کو از هر آن چیزی که کامدلی به او داری از لذت آمیزش با دیگران دوری کو که هوشیار بمانی هرگاه از آموزش با دیگران لذت جستن از دیگران دوری کردی هوشیار هستی و خاطرت جمع این ای بود عزیزا سخنان که بودا گفت و معرفی دین بودا و مقایسش قسمتش با دین اسلام چه خوبی چه خرابی داشت تمامش با حضورتان پیشکش کردیم در سه برنامه برنامه بعدی ما انشالله در رابطه با این جینزم از کتاب چی از مؤسسشان کی از محاویرا کی بود چگونه دین به وجود آمد چه عقیده و باورهایی دارن انشالله در برنامه بعد و دیدار بعد به حضورتان پیشکش خواهیم کرد تا برنامه بعدی تک تک شما را به الله منان مسپارم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته